سلام. برو. نمیخوای صحبت کنی؟ صحبتی ندارم. بس پیش اومدیم قرار شد با هم صحبت کنیم. حالا بذار اول بشینم برسم. به محض ورود نمیخوای صحبت کنی؟ برو تو چه چرا؟ والا سه روز سر یه کلیپ مسخره با من دیگه نه صحبت داری. نه جواب تلفن میدی. بعد سه روز جواب دادی اومدی پایین. با صحبت کنی که سه روز کجا بودی اصلا تو این سه روز؟ نه جواب من دادی، نه چیزی، نه فلانی، نه بیزاری. بعد میگی سر یه کلیپ مسخره بوده. سر یه کلیپ؟ کلیپ مسخره نگیر تا. حرمت اساسی شکست نشه. تو خودتم 100 بار این کلیپا من گرفتی دیگه. من گرفتم از این کلیپا، ولی زمانی به تو گفتم شوخی و دوربین مخفی که تو هنوز به نقطه اوج خودت نرسیده بودی. خب منم به تو گفتم تو بذاری از ماشین پیاده شی، خدافظی کنی فلان. آدم میدونی تو دلش چه چیزایی میگذره، میدونی چه حالش بد میشه، قشنگ خودشو تو اون شرایط قنده. بعد از اینکه 100 بار منم همین اتفاق واسم افتاده، دلم 1000 رو رفته، فلان شده، بیسار شده، تا تو گفتی دوری مخفی، بعدش گفتم باشه خب دیگه دوری مخفی شوخی کردی دیگه. بعد نرفتم سه روز جواب تو ندم. جواب ندادم؟ اما چه سه روز هم حرف نزدی؟ والا فقط اس ام اس با هم صحبت کردی. خب چون نمیخواستم، نه تلفن هم جواب دادی نه چیزی. نمیخواستم. 13 هم خونه نشسته بودی اصلا. نمیتونیم اصلا با هم دیگه واقعا ادامه بدیم. 13 بدرم خونه نشسته بود. الان هم من از تو ناراحتم هم تو از من. من بابت اون کلیپ ازت معذرت خواهی کردم، ولی الان تو باید بابت این سه روزی که جواب منو درست حسابی ندادی معذرت خواهی کنی. آقا وقتی تو از من نمیشه که من یه درکی نداری درک. و به نتیجه نمیتونی برسی، یعنی این رابطه دیگه تاریخ انقضا شروع تموم شده. درک متقابل. آها دوستای تموم کنی دیگه، خسته شدم. نه تاریخ انقضا، تاریخ انقضا میکنی الان دوستای تموم کنی دیگه. چرا داستان میچینی الکی؟ آدم همیشه برای اول سختشه وقتی حسه یه چیزی یا حس خیانت مثلا تو دلش به وجود میاد، دیگه از برای اول دوم سوم واسش عادی میشه. تو یه کاری کردی با این کلیپ مزخرفت، من اون حسو واقعا پیدا کنم لحظه اول. حسو پیدا کردی که شوخی بوده؟ شوخی هم هم دیدارم. واقعی نبوده که، مثل اینمونه تو خواب ببینی من خیانت کردم، خواب بوده، واقعی نبوده که. خسته شدم واقعا. یا باید بیخیال این دوری بگو خسته شدی و... چه میدونم این کلیپ ها بشیم، یا واقعا من دیگه نمیتونم. من 6 ساله دارم کلیپ میسازم فرموش. تو هم وارد رابطه با من شدی کلیپ ها بود، تو اضافه شدی به زندگی من و اینو قبول کردی که بسازی. پس الان کلیپ مهمتر از منه واسه اصلا ببین اصلا این حرفی نیست بگی کدوم مهمتره، جفتتون یه اندازه اید واسه من. بکن مثلا تو کارم رو بخواب چی میگی؟ من 6 سال با این مردم زندگی کردم، کلیپ ساختم واسه شون. باشه، فاز انسان دوستانه نگیر. نه فاز انسان دوستانه نیستش، تو یه بازیگر نمیتونی بگی آقا به خاطر من بازیگری و بذاری کنار. منم کارم اینه. تو الان اگه ببخشید یه ذره چیز بودی و من میگفتی که کلیپ مهم نیست، رابطه من مثلا بیشتر ارزش داره. بودم میگم رابطه و کلیپ تو کارت هم میتونی داشته باشی، میتونی محتوا کارت ها از کنی دیگه، انقدر شوخی با من نکنی. وقتی میخوای اصلا دیگه با تو شوخی نکنم. شغب بهت گفتم آقا ناراحت میشی با تو کلیپ نسازم. کردی نمیدونم پوتر سیر میریخته تو سرشوار فلان میکردی بیسار میکردی، چه شوخی آخه؟ به آرمان میگه من زنگ بزنه بگه مثلا با دختر دوره همی بودید. چرا من باید متوجه میشه؟ من باید شوخی که کردم عزیزم، مثلا با شادی چی گفتیم؟ گفتیم آقا میخوایم بریم مسافرت. این تو حسه بدی گرفتی از اینکه آقا این میخواد یه کاری انجام بده، میخواد یه کاری انجام بده، نه اینکه آرمان به من زنگ بزنه بگه ما دیشب دور همی بودیم با نیما با سه تا دختر چهار تا دختر فلان بسار. این دو تا خیلی فرق دارن با هم. نفسم بالا نمیاد دستت انقدر هرس خوردم توی دور. نفست چه ربطی به من داره؟ صدام در نمیاد، نگاه کن مگه چیز زدی؟ چیکار کردی؟ اگه گریه هم کرده باشی باید چشات باز نشه، نه صدات در نیاد.
من نمیدونم بیما دیگه اصلا نمیتونم توی رابطه باشم. نمیتونی نتون دیگه تمام بکنم من برسون. نمیخوای چیزی بگی؟ چی بگم؟ میرم میرسونم ماشینیت هم پولیش چقدر پول ماشینیت هم برای بزنم دیگه دست هم بشه دیگه اسکولی ها واقعا. هیلو گایز حالتون چطوره؟ خیلی خوش باید به چنل ما گفتی یه زن عجیبتر با تو شوخی کنم. این سری مخاطب دوربین مخفی ما شما بودید گفتیم از هم متفاوت همه شما بودید. 13 این دروغ 13 بود. دروغ حتی واسه ما دروغ دروغ 17 ببخشید دروغ 16 ما گفتیم دیر گفتیم یا الان بگید دیگه متفاوت‌تر بالتر جذاب‌تر و یعنی ما با هم کات کنیم. یاده اون استوری افتادم نشد که چیز نیست که کل سال آخر صداقتشون دیوونه اون کردن دروغ سیزم من این عاشق کدوم چیزت شدم استوریت شدم گذاشته بودی خدای تمام فالا برای من رو برای را ببین اون رو دیدم من باره شدم خودم استوری کردم. بچه ها جود خلاصه که ببخشید اگه ایسکاتون که حالا من میدونم دیگه نصف یه سری ها این کلیپ رو تا نصفه میبینن بعد میان کامنت میزنن وای شما تو تا مطمئنید ما هم 4 سال دوست بودید چرا اینجوری حرف ما هم تصمیم گرفتیم که شما رو یه ذره ایسکات آره چرا همش هم با هم دیگه انقدر شوخی کردیم که خسته شدیم ولی واقعا کلیپ آخری زن ناراحت شده بود. آره معلومه که ناراحت شده بودم. تو یه روزم واقعا باش قهر بودم. اینم بهتون بگم بچه‌ها بعد بهترین فرصت رو بندازیم رو همون. چون واقعا شوخی مسخره‌ای بود و قول داده که دیگه از این شوخی‌های مسخره شوخی کنه آقا ولی اینجوری مسخره. آره ذره باهاتر شوخی کنم. من اینکه امیدوارم بچه‌ها سال خوبی شروع کرده باشید. کسایی که اتفاقات خوبی واسهشون اول سالی پیش اومده کامنت کنن، کسایی که اتفاقای خدای نکرده اتفاق بدی هم براشون افتاده کامنت کنن. منم خودم هم اتفاق خوبی که افتاده هم اتفاق بدو جفتش براتون کامنت میکنم بدونید. تو چی اتفاق خوب برای چیزی افتاده امسال؟ شروعش امسال اتفاق خوب برای زیاد بوده ولی اتفاق بد بیشتر از اتفاق خوب بوده. امسال امسال نه پارسال پارسال امسال اصلا امسال شوک اتفاق بدی نداشتی. نه خداش شاید یه کوچولو ناراحتی باشه ولی ما حسابی داریم فکر میکنیم یه سبکای جدید داریم میخواییم واسهتون بیاریم. آره چون که دیگه کلیپ های تو ماشین یه دارم خرص میکنن خرص شده و میخواییم یه ذره تنوع بدیم. من چشمای خوشگله تو کلیپ متنوع تر ببینم. آره از این ببر میخوام برنوش یه سبک جدید بیارم گی دیت پسر هایی که خیلی خوبی حالا بعدا راجش بعد این که چون ما هم دیگه خیلی مثلا کم پیش میاد که تو ماشین ایستگاه بشیم واقعا شوخی ها که میکنیم 90 درصدش رو نمیتونیم بزنیم چون در نهایت میفهمیم که داریم اسکول میکنیم هم دیگر. آره واقعا خلاصه که به زودی منتظر باشید اگر حالا ایده خفنی چیزی هم دارید فرنوش وسط صحبتت ماشین آرزو ها کامیونه؟ نه عزیزم رفتش این بقیر اینا سمت راسته مزرعتی گرند کپ روی دلفینی. این که دلفینی نیست این یه خوبه یه رنگی هست من دلفینی شو دوست دارم واقعا میپسندمش میگیرم واسه تون پوستشون چقدر خوشگله شبیه ماشین اصلا نمیرم تو گارده شبیه ماشین های چیز جی تی ای ها. آره خلاص اونایی که مزرعتی کپ روی دارن گرند کپ روی دارن واسه من کامنت بذارم با هم رفیقش داداش دوست و فلان اگه ندارید کامنت نذارید. الان همه میگن نیما چه ماشی پر آخان پرسته خلاصه که خیلی دوستتون داریم امیدوارم امسال بتره کنید جیباتون پر پول باشه حساباتون بتره که پول تنتون هم سلامت باشه مراقب خودتون خیلی باشید. یه چی دیگه بگم اگه عاشقید قدرتون رو نمیدونن حتما از رابطه بیاید بیرون. شهر پوریا میفکر سلامت باشید و پوریا تنگاست پوریا.